کسب اجازه حضرت آقا. بله بفرمایید. زنده باشی. سلام علیکم. علیکم رحمت الله. سنگ غم تو شیشه قلب مرا شکست، این سنگ را به گوهر غلطان نمیدهم. عمری به بزم روزت الفت گرفتم، این روزه را به روزه رضوان نمیدهم. من گوشه‌گیر مجلس انس تو بودم، این گوشه را به عالم امکان نمیدهم. من چشم خود به اشک عزای تو شستم، این چشم را به چشمه حیوان نمیدهم. پیشا پیش گرامی میدارم ایام اربعین شهادت سرور آزادگان جهان، حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را. من سید علی موسوی شایخ هستم، دانش آموخته دوره پسا دکتری دانشگاه هاروارد و عضو هیئت علمی فعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، و امروز افتخار دارم که در محضر این جمع هستم. همچنین تشکر میکنم از جناب آقای حامد شاکر نجات قاری بین‌المللی قرآن و دکترای علوم قرآنی که ما رو به فیض رساندن، و همچنین از جناب آقای دکتر ستاری که توضیحات خیلی خوبی رو ارائه کردن. رهبر عزیز انقلاب، حضرت عالی امروز میزبان جمع کوچکی از مجاهدان و تلاشگران میدانهای علمی، فناوری و اقتصادی هستید که برای تجدید میثاق و تقویت قوا خدمت رسیدند. جمع حاضر مجموعی از استعدادهای برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان هستند که با یاری گرفتن از الطاف الهی و با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر خود و در سایه حمایت مسئولین، امیدوارانه در پی ساختن آینده آبادتر برای این برز و بوم هستند. تعدادی از عزیزان به نمایندگی از خیلی عظیمی از مجاهدین علمی کشور مطالبی رو آماده کردن که به سمع و نظر شما میرسونن. این رو توجه داشته باشیم که ما بسیاری از مجاهدین گمنام داریم توی این عرصه علم که هیچگاه فرصت ظهور خودشون رو توی این محافل پیدا نمی کنن و خالصانه و مجدانه در حال تلاش علمی برای کشور هستن. به عنوان نفر اول معرفی میکنم از جناب آقای شروع میکنم از جناب آقای یوسف قاسمی، دانش آموخته برتر دکتری از 50 دانشگاه برتر جهان و بنیانگذار اولین شرکت دانش بنیان خدمات حقوقی، که صحبتشون رو ارائه بکنن. سلام علیکم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر رهبری ارجمند و حضار محترم. درباره پیشرفت شگفت‌انگیز علم و فناوری در کشور عزیزمان ایران بسیار گفته ایم و بسیار شنیده ایم، و در این زمان اندکی که در اختیار بنده قرار داده شده است تکرار مکررات مطلوب نیست. از زمانی که توفیق داشتم به کشور عزیزمون برگشتم، یکی از افتخارات بزرگم این هست که در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور، خلاق و استارتاپ‌ها در عرصه داخلی و به خصوص در عرصه بین‌المللی، هنگامی که اینها با دستاوردهاشون شرکت‌های بزرگ صنعتی دنیا رو شگفت‌زده کردند، در اون جلسات حضور داشتم. بسیار لحظات افتخارآمیزی هست که شما تلاش زیادی اون شرکت بکند که یک جلسه بگیره برای اینکه بتونه کارش رو ارائه بکنه، و در اون جلسه در ابتدای کار اون شرکت‌ها تصور بکنند که این شرکت ایرانی نمیتواند صاحب این فناوری باشد. طبیعیه که شاید خیلی از ماها هم قبل از اینکه وارد این در واقع عرصه بشویم، با چشم خودمون و با مستندات قانع بشویم که ما در فناوری حرف‌هایی برای گفتن داریم، شاید باورش در واقع سخت باشه. آن چیزی که خیلی جذاب است این است که وقتی ما به تاریخچه در واقع توسعه علم و فناوری در کشورمون در واقع توجه میکنیم، بسیار درس آموزه.
ببینید آن اتفاقی که در حوزه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی افتاده، در حوزه‌ای که اتفاقاً آسان‌ترین بخش‌ها برای پیشرفت نبود، چون هم تجهیزات می‌خواست، تجهیزات پیشرفته می‌خواست، و هم نیروی انسانی می‌خواست. ما در اونها در جهان درخشیدیم بر اساس همه گزارش‌های بین‌المللی، بر اساس اتفاقهایی که به خصوص در سال‌های اخیر در عرصه تجاری سازی اونها در جهان داره می‌افته و اینها خیلی ارزشمند. در حوزه نرم افزار ما اونقدر ندرخشیدیم، در حالی که بسیار استعدادهای جدی داریم و اتفاقا صادراتش و پیشرفت در اون امکانات شاید کمتری بخواد. این نشون میده که ما هرگاه که مدیریت درستی داشتیم، علارغم همه مشکلات، به هر حال واردات تجهیزات پیشرفته، استفاده از آزمایشگاه‌های بین‌المللی بسیار فرآیند پیچیده‌ای هستش. این پس نکته بسیار مهمی هست که به نظر میرسه میتواند مبنای بسیاری از در واقع تصمیم گیری ها باشد، که من در ادامه عرایضم خیلی کوتاه در واقع به اونها اشاره میکنم. خب این مدیریت تأثیری میگذارد که ما میتوانیم فناوری هایی داشته باشیم که وابستگی خودمون رو به این نفتی که ما رو داره روز به روز عقب میاندازه کمتر بکنیم و قطع بکنیم. دستاوردی که ما میتوانیم از شرکت‌های نوآور داشته باشیم، کلمه نوآور رو میگم برای اینکه بسیاری شرکت‌های بزرگ و کوچک داریم که دانش بنیان نیستن، خلاق نیستن، استارتاپ نیستن، اما درخشیده اند. اینها میتوانند برای ما ارزش‌های ایجاد بکنند که بودجه نفت و کل فروش نفت ما در واقع عدد بسیار ناچیزی خواهد بود. لازمه این کار این است که ما اصلاح نگرش داشته باشیم نسبت به کارآفرین نوآور، هم در سطح جامعه هم از منظر حاکمیت. این موضوع بسیار مهمی است که البته جناب عالی هم همواره نسبت به اون حساسیت داشته اید. در سطح جامعه ما اول از همه خود ما باید تلاش بکنیم به عنوان کسانی که کارآفرین نوآور هستیم، این رو به جامعه نشان بدهیم که جنس کار ما یک کمی متفاوت هست. اگر کسی نرفته جایی استخدام بشه و حقوق ثابتی رو بگیره، به دنبال کارآفرینی بوده، به این معنا نبود که استعداد برتری نیست، توانمندی نداشته. این رو جامعه به نظر من همه ما باید کمک بکنیم، حاکمیت هم از منظر خودش، به خصوص افراد تاثیرگذار جامعه ما، از مقامات سیاسی، مقامات مذهبی، مقامات علمی، این رو وقتی در واقع جای جای سخنانشون بیان میکنن، این تأثیر خودش رو توی جامعه میگذاره. ما باید بدونیم که با جمعیتی روبرو هستیم که اینا نیازمند صبوری هستند. یعنی 2-3 سال طول میکشه ولی میتوانند ارزش‌هایی خلق بکنند که دیگران نمیتوانند خلق بکنند. این خیلی ارزشمنده. چرا صبوری؟ برای اینکه این کارآفرینان میخوان یک کاری که به عنوان مثال با 10 میلیارد تومان بایستی علل اصول راه بیفته بر اساس یک طرح تجاری و یک امکان سنجی علمی و تخصصی، اینها با 200-300 میلیون تومان شروع میکنن، این رو ارزشمندش میکنن، سرمایه گذار رو جذب میکنن و همینطوری بزرگ میشن. این خیلی ارزشمنده که ما با منابع کم بتوانیم این رو در جامعه در واقع فراگیر بکنیم. خب این تأثیرش رو آروم آروم هم داره میگذاره و به هر حال موضوع بسیار پر اهمیتی است. این از منظر طبیعتاً جامعه هستش، که اما از منظر حاکمیت که شاید نکته اصلی که میخوام عرض بکنم در اینجا هست، واقعا ما باید این مزیت بسیار ارزشمندی که این ودیعه الهی که در کشورمون هست و یک مزیت نسبی و مطلق بسیار ارزشمندی که برای کشورمون ایجاد شده، بهش اولویت بدیم. اولویت از این منظر که اینها میتواند برای ما تحول ایجاد بکند، پیشرفت ایجاد بکند، چون حربه ای برنده تر از حربه نوآوری نیست. ما این رو در تمام در واقع مراحل انقلاب اسلامی هم دیده ایم که ما خیلی جاها با امکانات کمتر درخشیده ایم. لطف الهی بوده است، بله حتما، اما قطعا نوآوری درش نقش کلیدی داشته است. امروز ما در عرصه اجتماعی و اقتصادی بایستی این نوآوری رو به عنوان یک موضوع بسیار جدی و محوری
ما برخی وقتا هنوز هم فکر میکنیم که نفت محور است و نوآوری رو لازم داریم برای اینکه مثلا تحریم ها امروز اجازه نمیدهد که ما تجهیزاتمون رو وارد کنیم. پیمانکارای خارجی گذاشتن رفتند. این خوب نیست. ما باید قانع بشویم که نوآوری محور است و نفت و اینها جریان گذرایی است که باید داشته باشیم که روزهای سخت نوآوری رو طی بکنیم. خب برای اینکه این مزیت رو گرامی بداریم، ما لازم هست که به موضوعات مقررات زدائی و مجوز زدائی که مفصل هم راجع بهش صحبت شده، اما من خیلی کاربردی به عنوان کسی که توفیق دارم شرکت‌های زیادی که نوآور هستند رو در عرصه در واقع خدمات حقوقیشون همراهی بکنم، از روزهای اولشون تا روزهایی که موفق میشوند و میدرخشند. ما اولا که مقررات اضافه خیلی داریم، اینها موضوعاتی رو سعی کردم انتخاب بکنم که کمی فراقوه‌ای باشند و جایگاه طرحش اینجا باشه، شنیده بشه، جناب‌عالی هم مثل همیشه محبت بکنید و روی اینها تأکید بکنید چون تاثیرگذار هست اینها. ببینید ما به عنوان مثال مقررات بسیار جزئی داریم که دست و پاگیر است و اتفاقا هوشمندانه نیست و تاثیرگذار نیست و اتفاقا اون هدفی که براش اون مقرره وضع شده رو در واقع حاصل نمی کنه. اما به عنوان مثال 50 سال است که ما نیومدیم مثلا مبلغ سرمایه حداقلی شرکت سهامی خاص رو که 100,000 تومان هست بوده است رو بروز بکنیم. این یه مثاله که واقعا همین تغییر ساده و تغییرات اینچنینی میتواند بسیار تحول ایجاد بکنه، اعتماد ایجاد بکنه، چون اگر اون 100,000 تومان رو بروز بکنیم تاثیرگذاره. و ما روی مقرراتی در واقع تاکید میکنیم که بعضن فایده ای هم ندارن. همینطور در زمینه مجوزها، ما مجوزهای بسیار زیادی داریم که هوشمندانه واقعا نیستن، از مراجع در واقع متعددی هم در واقع اینها صادر میشوند. من برای جمع‌بندی عرایضم در یکی دو تا در واقع نکته میخواستم از محضر جناب عالی درخواست بکنم مسئله توقیف در واقع کسب و کارهای آنلاین، که اینها مثل کسب و کارهای دیگه ان. مگه ما دره خوشویی رو بدون به این راحتی می‌بندیم؟ مگر ما یک مغازه رو به این سادگی می‌بندیم؟ اینها هم کسب و کارند، براشون داره در واقع هزینه می‌شود و اینها از اون مهمتر، اینها سرمایه اصلی این کشور هستند و ما با اینها می‌توانیم در عرصه داخلی و بین‌المللی بدرخشیم. خلاصه کلام این که ما اگر بتوانیم آن اقدامی که در دولت انجام شد متأ چون قوه‌ای بود تأثیرش کمتر بود، مبنی بر این که اگر ما می‌خوایم در واقع تصمیمی رو در مورد یک کسب و کاری بگیریم، همه قوا بتوانند در یک جایی که جناب عالی تشخیص می‌دهید، در یکی از مراجع مثل مثلا شورای عالی فضای مجازی مرکز ملی یا یک مجموعه که کمی حالا چابک‌تر باشد، یا یک فرد کلیدی که کسب و کار بفهمه، بدونه که آقا جان شما وقتی 2 هفته یک جایی رو میبندید این هزینه داره، این مسائل داره. و اتفاقا نکته جالب این است که ما یه بررسی انجام دادیم، دیدیم اونهایی که مثلا توقیف شدن بعد باز شدن بدونه که کوچکترین تغییری داشته باشند، نشان میده که خیلی وقتا این بسته شدنه به خاطر عدم تفاهمه، یعنی متوجه نبودند کیفیت و در واقع محتوای اون کسب و کار چه بوده است. اگر ما بتونیم یک مرجعی داشته باشیم که هر کسی که خواست از هر در واقع جزئی از اجزاء حاکمیت کشورمون اقدامی علیه یک کسب و کار آنلاین بکنه، با یک بستر نرم افزاری هوشمند اول اقدامش رو اونجا بده و اون در واقع هیئت یا شورا که کاملا فراقوه‌ای هست راجع به اون قضیه تصمیم بگیره. این جزئیات در واقع کاربردی و تخصصی داره که کاملا قابل ارائه است و ان شاءالله تحول ایجاد خواهد کرد. تشکر می‌کنم از توجه حضرت عالی و حضار محترم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفسکم.